بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه من میخوام راجع به بس تیلور و تعاب تحلیلی صحبت کنم. این دست تعاب رو در نظر بگیریم، مثلا 1 x x به توان 2 x به توان 3 x به توان هر عدد صحیح تا بی نهایت. خب گاهی ما بعضی توابع رو میتونیم بر حسب این توابع بست بدیم. یعنی چی؟ یعنی یه تابع fx رو در نظر بگیریم، یک تابع یک متغیره، اون رو به صورت a0 ضرب در 1 به علاوه a1 ضرب در x به علاوه a2 ضرب در x به توان 2 الی آخر این رو بست بدم. ولی این f باید یک خاصیتی داشته باشه، باید ضرایبش به گونه‌ای باشن که این تساوی برقرار بشه. حالا سوال اینه که کی من میتونم چنین بستی رو بدم؟ فرض کنید مثلا یک تابع به این شکل دارم، f1 x مساوی با 2x به علاوه مثلا 5x3. این یعنی خودش یه بسته تیلوره که برای این a0 0، a1 2، a2 0، a3 5 و بقیه a ها 0. یه تابع این بسته تیلور حول نقطه 0. من میتونم بسته تیلور حول نقاط دیگه هم بنویسم، یعنی مثلا ممکنه من بیام fx رو بر حسب این توابع بنویسم، a0 به علاوه a1 در x منهای x0، a2 در x منهای x0 به توان 2، an در x منهای x0 به توان n الی آخر. این در واقع بسته تیلور fx حول نقطه x0. خب الان ببینیم اول این ضرایب چی هستن. الان اگه من در نقطه x0 این تابع رو در نظر بگیرم، f1 x0 میشه a1 a0، جملات بعدی همشون صفرن. پس a0 همون مقدار تابع در نقطه x0. اگر از f مشتق بگیرم، f' x برابر با a1 به علاوه 2 تا a2 در x منهای x0 الی آخر، که اگر در نقطه x0 حسابش کنم همه جملات بعدی صفرن، فقط جمله A1 بود. و به همین ترتیب F ز گنده X صفر میشه 2A2، F گرس X صفر میشه 3 ضرب در 2A3 و مشتق انومه در نقطه X صفر میشه N فاکتوریل AN. یعنی در واقع بسته تیلور اون تابع به این شکل میاد، FX جای an من میتونم بنویسم مشتق انوم، این مشتق انوم در نقطه x0 تقسیم بر n فاکتوری، یعنی این میشه n مساوی 0 تا بی نهایت مشتق انوم در نقطه x0 به n فاکتوریل x منهای x0 به توان n. خب الان اولین چیزی که واضح از اینجا واسه کتاب بس تیلور داشته باشه اینه که مشتقاتش تعریف شده، مشتقاتش وجود داشته باشن، یعنی تابع مشتق پذیر باشه، نه به تعداد محدود بی نهایت بار مشتق پذیر باشه. پس یه تابع برای که من بس تیلور دادم باید چنین خاصیتی داشته باشه. ممکنه من توابعی داشته باشم که چند بار مشتق پذیر باشن، مثلا فرض کنید x به توان 1/2 حول نقطه 0، این مشتق پذیر هست. اگه اینو بگیرم f2 رو بگیرم چنین تابعی، f'2 میشه 1/2 x به توان منهای 1/2، این الان در نقطه 0 میشه بی نهایت، این وجود نداره. یا تابع مثلا x به توان 3/2، این مشتق اولش هست 3/2 x به توان 1/2، مشتق دومش هست 3/4 x به توان منهای 1/2، مشتق دومش وجود نداره در نقطه 0. البته در نقاط دیگه نه، مشکل نداره، فقط در نقطه 0 که مشکل. بنابراین اگر تابعی بی نهایت بار مشتق پذیر نبود، من بس تیلور واسش نمیتونم بنویسم. بنابراین تابع f2 x به توان 1/2 این بس تیلور نداره. به این معنی من میگم تحلیلی نیست.
خب بذارید تابع تحلیلی رو تعریف کنیم. تابع تحلیلی تابعیه که بی‌نهایت بار مشتق پذیره، اولا این شرط رو لازم داره، بنابراین x به توان یه دوم تحلیلی نیست. ولی مثلا این تابع f1 2x برای 5x این بی‌نهایت بار مشتق پذیره، بعد از چند بار مشتق گرفتن اصلا میشه صفر، از یه جه به بعد دیگه صفر، مشتق چهارمش صفر هست. خب تابع x به توان یک دوم در x مساوی صفر مشتق پذیر نیست، در بقیه نقاط مشکل نداره ولی در نقطه صفر مشتق پذیر نیست. f x به توان سه دوم یک بار مشتق پذیره ولی مشتق دومش در x مساوی صفر میشه بی‌نهایت. شرط اول تحلیلی بودن پس بی‌نهایت بار مشتق پذیر بودنه. خب پس اگه یه تابع بی‌نهایت بار مشتق پذیر بود، من واسش بسته تیلور رو میتونم بنویسم. مثلا الان تو اینجا مشتق اول و دوم و سوم و تا بی‌نهایت میشه حساب که تو اینجا جاگذاری میکنیم اف رو حساب کنیم. نقطه بعدی همگراییه که این سری رو وقتی من جمع میکنم با اون تابعه برابرش، یعنی ممکنه من یه تابعی داشته باشم بی‌نهایت بار مشتق پذیر هم باشه و من این سری رو جمع کنم ولی این سری به یه مقدار همگرا نباشه یا به اون تابع همگرا نباشه، برای در اون صورت من میگم این تابع بسته تیلور داره ولی بسته تیلورش به خودش مثلا همگرا نیست، یا اصلا بسته تیلور نداره، بسته به اینکه مشتقات وجود داشته باشن یا نداشته باشن، این سری همگرا باشه یا نباشه. خب بیا مثلا این رو چند تا شکل واسش ببینیم. این همگرایی اول معنیشو بفهمیم. تو همون سایت که قبلا هم معرفی کردم، سایت دسموس، میتونیم منحنی رو پلات کنیم. بذار من چند تا چیزی کشیدم. مثلا الان تابع نمایی رو این چنین شکلی، تو x مساوی 0 fx میشه 1 و من میتونم این نقطه رو، بذار این نقطه رو جاش نشون بدم، این نقطه رو جابجا کنم در نقاط مختلف، مقدار تابع خوب فرق کنه. حالا فرض کن تو همون نقطه صفر من میخوام این تابع رو ببینم چجوریه. میتونم مشتق اول، مشتق دوم، الی آخر مشتقاتش رو حساب کنم. f1، f2، f3 اینا نماد مشتقات متوالیه اینه. خب بسته تیلورش چی میشه؟ بسته تیلورش میشه مثلا بخوام اینو جمله به جمله بنویسم، جمله اول خود تابع در نقطه x، جمله بعدی اینه که خود تابع در نقطه x بله مشتقش در x من x و بسته تیلور تا جمله دوم اینه، بسته تیلور تا جمله سوم اینه الی آخر. مثلا بیایم من خود تابع رو در نقطه x بکشم، خب مقدار همون یک میشه دیگه، مقدار تابع در نقطه 0 1. اگر دو تا جمله اول بسته تیلور رو من نگاه کنم چنین چیزیه، از اون نقطه میگذره مماسم هست بر اون خب. اگر سه تا جمله اول بستیلور رو در نظر بگیرم، یعنی خود تابع مشتق اول مشتق دوم، چنین تابع میشه، اون آبی تابع نمایی قرمز این سه جمله بستیلور، سه جمله اول، و همینجوری میتونم ادامه بدم. الان نگاه کنید وقتی من در نزدیکی نقطه صفر نگاه میکنم، این دو تا منحنی بر هم منطبقن تا یه جایی تقریبا، هرچی جملات بیشتری از بسته دوره نگه دارم این نزدیکی بیشتره، یعنی اگه به جای تا مرتبه جمله دوم بیام مثلا بسته دوره تا جمله مثلا هشتم رو نگاه کنم، این الان میبینیم تقریبا تو ناحیه بزرگی از مقادیر مثبت این منحنی سبزه بر چیز منطبقه بسته تیلور، از ولی از یه جایی به بعد واسه ایکس های منفی مثلا از سه پی چهارم کمتر، منهای سه پی چهارم کمتر، این خطا داره، بسته تیلور بسته حول نقطه صفر بسته خوبی نیست. من میتونستم به جای حول نقطه صفر حول نقطه دیگه بست بدم، مثلا فرض کن حول نقطه منفی مثلا منهای پی بست بدم، یا یه نقطه بزن اینجا اینو بکنیم مثلا حول منهای دو بستش بدم. خب الان میتونم جای x0 رو عوض کنم
من همواره دارم اون منحنی آبی رنگ خود تابع، منحنی صد رنگ هشت جمله اوله، هشت جمله اول نگاه میکنم جای اگر اون نقطه‌ای که من مسیر رو حساب کنم جابجا کنم، مثلا تو منهای دو این تو ناحیه بزرگتری اینا تو بخش منفی بر هم دیگه منطبق. در واقع مسئله چیه؟ مسئله اینه که من وقتی بحث تیلور میدم تابعمون به این شکل مینویسم، یعنی این در واقع یعنی A0 بله اگر X بعضی کافی به X0 نزدیک باشه، اختلافش باشه مثلا مثل اپسیلون، این میشه حالا با فرض که اینا کمیت ها بی بود باشن، در حدی که اپسیلون مزه کافی کوچیک باشه و تابعی باشه که این ANA بزرگ نباشه. ANA چی بود؟ مشتق انوم اون تابع، یعنی تابعی نباشه که تغییرات خیلی شدیدی داشته باشه، تابع همواری باشه. من انتظار دارم جمله های بالای این بستلور اهمیتشون کوچیک شه با توانهای بزرگ اپسیلون، بنابراین در نزدیکی نقطه‌ای که دارم بس تیلور میدم انتظار دارم اون بس تیلوره خیلی شبیه اون تابعه بشه. خب بیا مثلا مثالای دیگر رو نگاه کنیم، مثلا بیا تابع سینوس رو نگاه کنیم. تابع سینوس چه شکلی؟ الان حول صفر فرض کنید رو بخوام بس بدم، جمله اول بس تیلور میشه صفر، یعنی خود تابع در صفر صفره. جمله بعدی بذارید این حساب کنیم، فرض کنید سینوس x رو بخوام بس بدم، f x فرض کنیم باشه سینوس x. خب مشتق اولش هست کوسینوس x، مشتق بعدیش هست منهای سینوس x، مشتق بعدیش هست منهای کوسینوس x الی آخر. ذرایع بس چی بودن؟ a n ها بودن، مشتق انوم در نقطه مثلا فرض کنیم حالا هول صفر میخوام بس بدم تقسیم بر n فاکتوریل. الان اینا رو حساب کنم، جملات هول صفر که بس بدم، جملات خود تابع مشتق دوم مشتق چهارم الی آخر همه سینوس هن، یا ضربی به سیر مثبت منفی سینوس هن، همشون میشن صفر. یعنی از اینجا نتیجه میگیریم ای ضربی به زوج همشون صفر هن، ضربی به فرد اولیش یک بعدیش منهای یک الی آخر، پس این میشه منهای یک به توان n روی 2n به علاوه 1 فاکتوریه. یعنی سینوس x بستش هست x به توان n به 2n به علاوه 1 فاکتوریل منهای 1 به توان n، n از 0 تا بی‌نهایت. یعنی در واقع اینه x منهای x روی 3 فاکتوریه به علاوه x 5 روی 5 فاکتوریه الی آخر. خب یعنی الان اینجا من اگر جمله اول بسته تیلور رو بگیرم x، جمله غیر صفر، اگر جمله اول رو اون دو جمله غیر صفر رو بگیرم x و n که نگاه کنید تا یه ناحیه بزرگی این دوتا بر هم منطبقن، اگر سه جمله اول رو بگیرم به این شکل میشه، یا اگر بیام مثلا نمیدونم پنج جمله اول رو بگیرم تقریبا منهای پی تا پی رو هم منطبق میشن، یا اگر من بیام یکم چسترش کنم بیام این رو بردارم این سری رو بنویسم شروع کنم از جمله اول رفتن جلو رفتن، جمله اول دوم سوم، الان یک هر چی که تعداد بیشتری دارم حساب کنم این دوتا منحنی، یعنی این سریه که تا جملات بزرگی حساب کنم و سینوس ایکس دارم بر هم منطبق میشم. خب اما مثلا حالا این تابع رو نگاه کنید، ای به توان منهای یک ایکس دو، این الان تابعیه که مشتق پذیره، ای به توان منهای یک روی x2، حالا تابعمو بگیرم این f پریم x میشه چی؟ از این که مشتق بگیرم یه مشتق منهای یک روی x2 میاد پایین میشه 2 روی x ای به توان منهای یک x2، از این یه بار دیگه مشتق بگیرم f زگوند x میشه، یه بار از این باید مشتق بگیرم میشه منهای 6 روی x4، یه بار از این باید مشتق بگیرم که میشه منهای یعنی به علاوه 4 روی x6 کلش در ای به توان منهای 1 روی x2 و الاخر. همه جملات الان در این ضریب ای به توان منهای 1 x2 رو دارن و یه ضریبی کنارشون که توانهای منفی x. الان
در x مساوی 0 اگر من این رو بخوام حساب کنم، f 0 اینجا x میشه e به توان منهای 1 روی 0، یعنی e به توان منهای بی نهایت که این 0. f پریم 0 رو حساب کنم، یه ضریب داره بی نهایته، یه ضریب داره که 0ه، که این رو رفع ابهام کنیم، الان این تابع نمایی از هر جمله توانی سریعتر به سمت 0 میره، برای همین حاصل ضرب 0ه. f زگوند 0 هم 0ه و الی آخر. یعنی مشتق انوم در نقطه 0 برای این تابع، تابع 1 منهای 1 روی x2 در نقطه 0 0ه. بنابراین این اگه من بخوام بسط تیلور ای به توان منهای 1 روی x2 رو بنویسم و اینجا بیا مشتق انومش رو در نقطه 0 روی n فاکتوریه x به توان n بنویسم، تمام جملات این سری صفره، صفر به علاوه صفر به علاوه صفر الی آخر. یعنی سمت راست این رابطه صفره، ولی سمت چپ این رابطه در هر نقطه ای در نزدیکی صفر غیر از نقطه صفر، چون این رو من دارم حول نقطه صفر بس میدم، در هر نقطه غیر صفر علل اصول غیر صفره. و معنیش اینه که پس این بی‌نهایت بار مشتق پذیر هست، بست تیلور داره، ولی بست تیلور به خودش همگرا نیست، به این تابع هم بنابراین تحلیلی نیست. خب پس این شرط دومه که یعنی یه تابع بعد بست تیلور داشته باشه، یعنی بی نهایت بار مشتق پذیر باشه و بست تیلورش به خودش همگرا باشه. الان بیام این تابع رو بزنیم بکشیم، مثلا الان تابع ای به توان منهای 1 x2 منهای 1 روی x2 چنین تابعیه. در نزدیکی صفر هر، یعنی در نقطه صفر تمام مشتقاتش صفر، ولی الان مثلا تو پی 8 رو نگاه کنید نزدیک صفر ولی صفر نیست. باز همینجوری هی بیایم عقب‌تر به صفر نزدیک شیم، اگه خیلی این تابع رو من بزرگ کنم میبینم غیر صفره. خب ولی هرچی به صفر نزدیکشم این به سمت صفر میره، از هر تابع توانی سریعتر به سمت صفر میره. یعنی الان من این تابع رو بسته تیلورش، این تابع شکلش این شکلیه، ولی اگه حول نقطه صفر بستش بدم این تابع بسته تیلور داره ولی بستش به خودش همگرا نیست. خب بیام اینجا همین تابع رو در نظر بگیریم، این رو به جای اینکه من حول صفر بستش بدم، مثلا حول چون دارم 1 بستش بدم، خب و بیام بس تیلور این تابع رو تا 8 جمله اول نگه دارم. الان این نقطه یکه و تا 8 جمله اول تو این ناحیه هول و هوش 1 این سریه، اگه فقط 8 جمله اول نگه دارم تا رو هم میفته. ولی اگر x رو از 1 کوچیک‌تر کنم، ولی هنوز 8 جمله اول بسته رو دارم، هنوز می‌بینید؟ خب یعنی تو اون ناحیه ناحیه‌ای وجود داره که این بسته لوره و خود تابع همپوشانی داره، این دوتا رو هم میفته. ولی اگر x رو من به صفر نزدیک کنم دیگه بس تیلور نداره، ولی به محضی که من صفر دور شم این بس تیلور داره و بس تیلورش تو هول و هوش اون نقطه به این تابع همگراست.